شار نیم تا پدر فرزندان خش را خوشبخت بسازیممدهسمرسولهلهوبهمنب ال الله بار وتف تابه وهوق القائلن الرجال قومون علی النساء دوستان عزیز مسلمانان گرانمایه عزیزان و ارجمندان نهات گرانارجالسلام علم ورم الله تای وبراته خواهران و برادران گرامی قسمی که ما در جریان هستیم در برنامه های گذشته اینوانی زیر نامه چه کار کنیم تا فرزندان خیش را خوشبخت بسازیم و چه کار کنیم تا مادر فرزندان خیش را خوشبخت بسازیم امروز در سلسله او برنامه ها چه کار کنیم تا پدری فرزندان خیش را خوشبختی سازیم که بیشتر مخاطب این سخنرانی ما طبقی خواهرا هست از زن گرامی خوشبختی چیزی نیست که آماده و تهیه شده باشه ما به دست بیاریمش ما بر زندگی خود داخل بکنیم بلکه به خاطر آوردن خوشبختی ایجاد در کار است ما باید ایجادگر باشیم خیلی از چیزها و خیلی از موضوعاتی که اگر در زندگی ما نیست ما با تلاشها، زحمات و کوشش های شبانه روزی من کوشش بکنیم چیزهایی را در زندگی من ایجاد بکنیم از جمله خوشبختی خوشبختی بستگی داره به درست عمل کردن و راه رفتن در مسیر زندگی پیامبر معظم اسلام علیه و سلام و راه رفتن و گام گذاشتن در مسیر ارشادات قرآنی لذا یک سری از مسئولیت ها و یک سری از کارهای خیلی ناب و ارزشمند است که خواهران امت اسلامی در باب خوشبخت ساختن مرد زندگیشان که شوهرانشان هستند باید اونها را در راستای عمل پیاده بکنند خداوند جل جلاله برای مردها جایگاه های بزرگ قائل هست قسم که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و می فرماید اگر من مردم را دستور میدادم که به کسی سجده بکنن بدون شک زنان را دستور میدادم که به شوهرانشان سجده بکنن و براشون احترام بگذارن ولی نه به خاطر از اینکه به خدا شریک قائل آورده نشه ما این دستور را نمیدم ولی زن ها متوجه باشین که شوهرانتان را خوشبخت بسازید لذا یک سری مسئولیت هایی است که باید زنها بفهمه تا بدانند که با این مسئولیت ها و با این کلیدها ما دروازه های خوشبختی را به روی همسرانمان باز می کنیم و بعد از عمل کردن این همه کارهای ارزشمند ما زنان خوبی برای شوهران خود می شویم و باید همچنین باشد چرا مسئولیت یک زن در قبال شوهرش هیچ چیزی بالاتر از این نیست که خوشبختش بسازه و کارهای را انجام بده که او سعادتمند شود در قدم اول زن باید بهترین همسر دنیا برای شوهرش باشه این اولین یا نخستین و بهترین و اساسی ترین کلید باز کردن دروازه های خوشبختی برای شوهر هست بهترین همسر دنیا براش باشیم و خانه را براش بهشت بسازیم ما همیشه برای های امت اسلامی برای طبقه زن وطن عزیز افغانستان ما گفتیم که شما میتونین که خانه را برای شوهرتان هم دوزخ بسازین و هم بهشت بسازیم انتخاب به دست شماست لحاظا اگر می خواهیم بهترین زندگی و خوشبختترین حیاتی را داشته باشیم و فرزندان خوبی تربیه بکنیم در جامعه نام نیک داشته باشیم یادگاره ها و تاریخ ارزشمند را در زندگی شوهرداری و در زندگی همسرداری از خود به یادگار بگذارین باید بهترین همسر دنیا باشین دانشمندان امت اسلامی می فرماید،, می فرماید که از زوجت و صالحت و کنز و رجل الزوجت الصالحة و و كنز الرجل همسر نیکو کردار همسر با ایمان و با تقوا و پرهیزگار در واقع بزرگترین ثروت یک مرد است ما بارها از مردا پرسیدیم از دوستا و از رفیقای خود در این مورد که اگر شما همه خوش های زندگی را داشته باشید همه چیزها در دسترستان قرار داشته باشه امکانات و تجهیزات ولی در خانه با زنتان سر سازگاری نداشته باشید خانومتان با شما عشق و محبت واقعی و عاطفه اصلی زن و شوهر نداشته باشه چه احساس میکنید اونها با یک سخن جواب مرا گفتن که ما فکر میکنیم که دوزخ خودمان را در دنیا تجربه کرده ایم واقعا همین گونه است وقتی که ما هیچ چیزی نداشته باشیم ولی یک همسر نیکوکار در زندگی باشه همه چیز هست اذا کانت الزوجه اصلا فلا باس ان تكون البيت كوخا زمانی که همسر انسان شیر صفت بود و همسر اصیل بود خانم اصیل بود هیچ اشکال نداره که ما در هم زندگی بکنیم از خاطر پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اصیل بودن زن و بهترین بودن زن را یکی از کلیدی ترین دلایل آمدن خوشبختی در زندگی خوانده پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که خانم خوبمی است زمانی که طرفش ببینیم خوشحال شویم وقتی که دستور براش بتیم دستور ما را اجرا بکنه زمانی که ما به سفر میریم خارج از خانه امانت ما را در قبال جنسش در قبال جسم و عفتش و در قبال مال و فرزندان و اولاد امانت دار باشه و امانت ما را رعایت بکنه و حفظ کنه این چقدر مهم است لحاظا رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم در جای دیگر میفرماید که الدنیا کلها متاع و خیر المتع المرأة الصالحه دنیا سراسر سر چیزهای بی ارزش هست ولی یگانه چیزی که با ارزش است و ارزشمند در زندگی دنیا خانمی نیکبخت و خانمی نیکوکار است لذا خواهران امت اسلامی تصمیم بگیرند که بهترین زن زندگی بهترین زن دنیا بر شوهرشان باشه و کوشش بکنن که خوشبختترین حالات را و خوشحالترین روزها و زمانه را بر شوهر خود تقدیم بکنه این اولین کلید است به خاطر سعادت من ساختن شوهر دومین کاری که یک خانم میتونه پدر فرزندای خود با او کار خوشبخت بسازه او است که پیش اولادایش شوهرش را به بهترین نام صدا بکنه این بسیار مهم است این خیلی مهم است ببینیم یک سری از موضوعات است در خانواده ها من میبینم خانم ها شوهرشان به نامشان گرفته صدا میکنه از نقطه نظر ادبی این درست نیست خب اگر شوهرها خانومشان را به نام اصلیشان صدا بکنه این چطور است این تا اشکال نداره برای چی چون فطرتا فطرت انسان این را تقاضا میکنه که آدم محبوبه خود را خورشید زندگی و شریک حیات خود را به نام اصلیش صدا بزنه با یک چند تا کلمات شیری و اصلی در کنارش اضافه بکنه تا که عشق و محبت میانشان زیاد شود نامش میگیره با کلمه جان با کلمه عزیز با کلمه شیرین یا با کلمه اصل با هم که یک جا کرد خیلی شیرین میایه ولی خانم کوشش بکنه که شوهر خود با یک نام مستعار ادبی صدا بکنه بهتر است این فطرت انسان هم امرت تقاضا میکنه ببینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگی همیشه بانو عایشه را عایشه گفته صدا کرد یا عایش میگفت یا می گفت به عنوان گل سرخ یا یک نام زیبای دیگر را در کنارش صدا میکرد ولی هرگز ما در سیرت ندیدیم که بانو عایشه یا سایر ازواج متحرات رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلام را به نام محمد صدا کرده باشه خانم های را تجربه کردن در زندگیشان هیچ وقت بر خود اجازه نمیتک بعضی خانم هایی خیلی با احترام است و شوهرشان آدمای با ارزش با شخصیت هستند خجالت میکشند که نامشان گرفته صدا بکنن لحاظا کوشش شده که نام خوبتر از یک نامی با ادبتر یک نامی که مستعار باشه نمایندگی از شخصیت ناب امو آدم بکنه و نمایندگی از ادبگزاری این زن در برابر شوهرش بکنه صدا گرفته شده بهتر است حضرت عمر رضی الله تعالی میفرماید که سه چیز محبت را در میان مردم زیاد میکنه از جمله ای است که مخاطب و بهترین نام صدا کردن چی بهتر است که شوهر خانم خدا به بهترین نام صدا بکنه خانم شوهر خدا به بهترین نام صدا بکنه این خوبی های زیاد داره ببینیم زمانی که ما این گونه صدا کردیم همدیگر خود را یا خانم شوهر خود را این گونه صدا کرد فرزندان که در او خانه زندگی میکنن میبینن که عشق و عاطفه میان زن و شوهر چقدر زیاد است میان پدر و مادرشون اونها هم یاد میگیرن همین قسم فرزندان با عاطفه بزرگ میشه و گام در مسیر شخصیت و اخلاق پدرشان میمونه و اینا یک قسم میشه میکنن و همچنان زمانی که یک خانم شوهر خود به بهترین نام صدا کرد فرزندانش چی فکر میکنه اولادش در خانه فکر میکنن که ما بهترین پدر دنیا را داریم ما خوشبخت ترین فرزندانی هستیم که این همه پدر خوب داریم و این مادر خوب داریم اونا احساس خوشحالی و احساس رشد و نمو و انکشاف و نشاط و پر انرژی بودن و مثبت بودن میکنن چقدر خوب است میبینیم از ما در همه سخنرانه خود گفتیم در هر سخنرانی خود یک موضوع را به عنوان فرمول و قاعده زندگی بیان کردیم ما زمانی که یک کار خوب را انجام می دهیم زمانی که دست به یک خصلت خوب می زنیم در واقع خوبه هاش منحصر به خود ما نیست خوبه هاش به دیگه کسا هم می رسه ببینیم زمانی که ما یک سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را در زندگی پیاده می کنیم علاوه از این که خیر و خوبیش را خودمون در زندگیمان می بینیم. در واقع با طرز رفتار و کردارمون دعوت هم به مردم کردیم چون مردم وقتی که ما را دید از ما تقلید میکنن مؤثر میشن و تأثیر پذیر اینجاست که ما بر اونها تأثیر گذاشتیم اونها از ما تأثیر پذیرفتند دعوت ما را پذیرفتند در واقع ما دعوت کردیم این چقدر خوب است در واقع ما با عملی کردن یک راه و منهجی از مناهج ناب و اصیل پیامبر معظم اسلام علیه السلام علی و سلام، هم خودمان را ساختیم و هم دیگران را ساختیم زندگی دیگران را روشن کردیم چقدر زیباست این دومین کار شد که یک خانم میتونه شوهر خود خوشبخت بسازد سیومین کار چیست؟ در سختی های روزگار کنارش ایستادن این خیلی مهم است و در مشکلات زندگی یاریش رساندن این خیلی مهم و بالاترین نشانه یک خانم اصیل و با اصالت است ببینیم زمانی که پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و سلام در غار حرا به نبوت مبعوث میشه با کمال ترس میآید چون بار اول بود که این همه ابهد و فر و شکوه و, و دیده بود برمیگرده با خانه زملونی زملونی بانو خدیجه را صدا میزنه که مرا بپوشانین سرم یک چیزی پرتین که ما جانم تب داره زمانی که از خواب بیدار میشه ماجرا را به بانو خدیجه قصه میکنه بانو خدیجه یک لفظ مهم برای پیامبر به شوهر عزیزش میگه که این لفظ بانو آی... خدیجه کبرا را باید به طلا نوشت در صفحات زرین تاریخ حق شده ما باید این را به عنوان الگوی درس و زندگی و روزگار خود باید بگیریم در کنار خود به خصوص خانم ها او چیست پیامبر را میگه که عزیزم محمد هرگز فکر نکن که تو تنهایی من در همه احوال زندگی به مثل کوه پشتت ایستادم و دوشا دوش تو در برابر باطل می جنگم تو در واقع پیامبری هستی اون کسی که بر تو نازل شده بود جبرائیل است ببینیم بعد از که ورقه ابن نوفل براش چیزا را میگه بانو خدیجه و با پیامبر این همه دلپوری میده خانم های کشور عزیز ما افغانستان باید این گونه رمز سعادت و خوشبختی برای شوهرانشان باشه تا شما هر کدامتان هر دویتان دست به دست هم داده دوش دوش همدیگر واقعا معنای واقعی زندگی را درک بکنید که زندگی یعنی چی شوهرداری و همسرداری یعنی چی بهشت را در این دنیا تجربه کردن یعنی چی یعنی این همه که ما گفتیم خانم ها یک چیز دیگر هم متوجه باشن اصالت خانم قهرمانی خانم و درست بودن اصل و بنیه و شجره و نسب یک زن را زمان فهمیده میشه که شوهرش تنگ دست شوه سخته های روزگار شوهرشو بگیره در میان زیر سخته های روزگار له شود، خانومش در کنارش ایستاد و همچنان در برابر سخته های روزگار مبارزه کنه و بجنگه اینجا فهمیده میشه که او خانم چقدر اصالت و واقعیت و بنیه و ریشه و اساس و شجره درست داره این سخن من از یاد هیچ یکی از زنان امت اسلامی نره بخصوص زنان عزیزی که در افغانستان زندگی میکنه هموطنان عزیز ما متوجه باشیم خواهران عزیز یگانه چیزی که شخصیت انسان را تغییر می‌ده روزگار است متوجه باشیم که در سختی های روزگار انسان باقی بمانیم این خیلی مهم است در سختی های روزگار در کنار شوهرت باش قهرمانانه ازش حمایت کن با سخنان دلچسب و شیرینت مثل اصل در قلب از او شور و نشاط و حلحله و ولوله و انرژی بیانداز. تا او بتانه با مشکلات بزرگ و سخت مثل کوههای پامیر بجنگه این به دست تو از خواهر عزیز که میتونه این گونه شوهر در زندگی داشته باشه و شوهر تا این گونه مرد تربیت بکنی چهارمین کاری که خانم ها شوهرانشان را خوشبخت میسازند با این کار اوی است که مهر و محبتی که در دلتان نسبت به همسرانتان دارین ظاهر بکنین براشون مردا خیلی زیاد دوست دارن که همسرانشان بهشون عشق بورزه و محبتشان را از زبان براشون بیان بکنه و ویژگه های ناب مردانگیش را براشون بگوید که عزیز تو این خصوصیت خوبی را در مردانگی خود در زندگی شوهر داری داری این اخلاق زیبا را داری این رفتار خوبی را داری تا شوهر احساسی عزت به نفس بکنه احساس سرمایه داری بکنه احساس سروتمند بودن بکنه و این را بفهمه که من بهترین زن دنیا را دارم و هیچ وقت عشق و محبتی که در برابر مدارد رو در دل نگاه نمیکنه همه رو میگوید به زبان تا من احساس خوشبختی و سعادتمندی بکنم این خیلی مهم است باید خواهران ما در افغانستان که شوهر دارن یا قرار از شوهر دار شوند ان شاء الله در آینده باید این موضوعات را پیش از پیش بفهمند عزیزان من همیشه در سخنرانی هام گفتم پیش از این که یک چیز را داشته باشیم باید فرهنگ داشتن اون را داشته باشیم فرهنگ داشتن یک چیز مهمتر از خود چیز است و ارزشمندتر از خود چیز است ما پیش از که موتر می داشته باشیم باید فرهنگ و سلیقه و شیوهی راندن و استفاده کردن از موتر رو بفهمیم در غیر اون صورت شاید ما کلافه شدیم شاید ما به زحمت دوچار شدیم لحاظا یک دختر مسلمان پیش از این که شوهردار میشه باید فرهنگ شوهردار بودن را یاد بگیره تا که در آینده به مشکلات سخت دوچار نیاید سخنی که ما گفتم به عنوان یک قانون و فرمول زندگی باید بر روی کاغذ بنویسین به دیوار خانه بزنین همواره باش نگاه بکنین و یک برق تجلی بخش در مسیر زندگی شما باشه چه در زندگی فردی چه در زندگی همسرداری هر دو تاش لذا خواهران امت اسلامی باید کوشش بکنن که ناز و نزاکت ها شکیبایی ها, ها، تنازه ها و فریبایی را یا کلمات شیرین آشقانی خود را باید به شوهر خود بگویند خود دریغ نکنه اگر از این مردی که شبانه روز دستاش ترک بر داره، پیشانیش عرق برمیداره، کمرش به درد می سرش به درد می فقط به خاطر این که بهترین زندگی را برای تو فراهم بکنه و برای فرزندانت بازم این همه خوبی ها را که تو ازش دریغ بکنی اون مرد کدام خاک عالم را به سرش بکنه به کدام خراب شده پناه ببره تا محبت ببینه و تا عشق براش ورزیده شود دیگه کسا براش ورزیده. هیچ کسی در زندگی یک مرد مهمتر و سعادت بخشتر از همسر زندگیش بودن نمیتونه این هر دختر و زن افغان باید بفهمند. لحاظا بابت انجام دادن این سنت ارزشمند انسانی و اسلامی خجالت نخورین با کمال جرأت و با کمال علاقمندی باید در زندگیتان این گونه باشه در اون داشته هایتان را در زندگی همسر داری در ذهن داشته هایتان را در زندگی همسر داری با کمال جرأت به همسرتان بیان بکنید تا همسرتان بفهمه که بهترین زن دنیا نصیب ما شده این راز خوشبخت ساختن یک مرد است توسط خانومش در زندگی همسر داری پنجمین کاری که خانم ها میتونن همسران خود را شوهران خود را خوشبخت بسازن ای است که حرمتش رو نگه کنیم غرورش را نشکنین شخصیت مردانگیش را امواره حفظ بکنیم بی با هر کس رابطه داشتن با هر کس حرف زدن وقت و نا وقت از خانه بیرون رفتن بی مورد و ناگاه و ناگاه با جنگ جال راه و, و دعوا را انداختن این همه هر کدام در واقع یک تبر شکننده و زننده است که ما بر پیکر شخصیت یک مرد میزنیم این بدترین گناه است در زندگی اتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم کسانی که اول الامر شما سوالی و متولی امور زندگی شماست شوهران ولی و متولی امور زندگی یک زن است باید اطاعت ازش داشته باشه حرمتش را نشکنه آبرویش را نگاه بکنه زنی باشه در زندگی یک مرد که اون مرد بابت هیچ موردی نسبت به او دوچار شک و تردید نشه زمانی که یک همسر به شوهرش این همه اعتماد داد شوهرش اصلا به خود اجازه نمیده که رد یک زن دیگری را بگیره یا چشمش بسته شد به گوشه دامان یک دختر و یک زن دیگه در کوچه و بازار هیچ وقت این این خانم ها است که در خانه شوهرانشان را سیر میکنه اشبا میکنه هم از نقطه نظر غریزه جنسی هم از نقطه نظر غریزه عاطفی و عاشقانه اش غریزه های محبت و صمیمیت چشم گوش بینی دست زبان همه چیز زمانی که در خانه مردان سیر نشدن دستشان چشمشان گوششون، بینیشان پایشان شهوتشان اوزی مخصوصشون همه به مثل گرگ های گرسنه ای که در بیابان در پی بره و گوسن میدوه میدوه در پی خراب کردن ایره متوجه باشن زنان امت اسلامی ششمین کاری که شوهران با او خوشبخت میشه توسط همسرای خود توسط زنان خود او است که دائم در حقش دعای خیر بکنه و بابت سرسلامتیش قرآن بخونه و صدقه بکنه چقدر مهمه چقدر زیباست بانو عایشه بارها این کار در حق پیامبر کرد پیامبر بارها ای کار در حق, حق بانو و سایر زنان امت اسلامی کرد به خاطر چی به خاطر که این کار نماد از عشق و علاقمندی ناب و خاص یک زن در برابر شوهر یا از در از یک شوهر در برابر خانم خود است یعنی این نشان عظیمی تا که یک خانم به کمال میل علاقه و عشق و محبت خاصی به شوهر خود داره که در حقش دعای خیر میکنه و بابت سرزنده بودنش و سرسلامتیش روزه میگیره یا نماز میخونه یا صدقه و خیرات میکنه زنان ایر از یاد نبرن این فرهنگ خوب در خانواده ها کاملا فراموش شده است ولی با کمال خوشحالی و با کمال امید و آرزو در این وقت دوباره پس روی کار شده الحمدلله چون زوج های وقت بیشتر تحصیل یافته هستند به خصوص بچه ها و دختران جوانی که تحصیل می تحصیلات اسلامی می ببینن، این کار را می کنن. یعنی این کار یعنی این کار یعنی یک کلید طلایی برای باز کردن دروازه های خوشبختی و سعادتمندی در زندگی همسرداری این را نباید ما فراموش کنیم هفتمین کاری که خانوم ها میتونن با انجام دادنش شوهران خود را خوشبخت بسازن ای است که در ادای حقوق غریزی و جنسیش سر وقت دست کار شود و با بهترین شیوه باید خودش را در اختیارش قرار بده این خیلی مهم است خانومی داشت دختر خود به خانه بخت میفرستاد براش نصیحت های خیلی ارزشمندی کرد که اون همه نصیحت ها در کتاب خوشبخترین زن شوهر دنیا نوشته است شیخ محمد صدیق منشاوی که ترجمه و پاورقش توسط بنده شده ان شاء الله که چاپ خواهد شد و به زودترین وقت به دسترس عزیزان قرار خواهد گرفت که در اونجا این نصیحت های یک خانم برای دختر زیاد است که از آن جمله یکی است که او خانم دختر خود توصیه میکنه که دختر جان در دو وقت در برابر شوهر تاخیر نکو زمانی که شکمش گرسنه زمانی که شهوتش گروس نمیشه در این دو وقت گرسنگی به زودترین وقت گرسنگی از برطرف کو چون اگر به سر وقت گرسنگیش برطرف نشود خرابی زیاد میشه بینظمی و جار و جنگجال در خانواده همه زیاد میشه لحاظا یک زن متین و با متانت و با تمکین و با ایمان و با صلابت و با صداقت در جامعه اسلامی در ادا کردن چونین حقی که خداوند برای شوهرش در وجود خانمش مانده تأخیر نکنه کار به درازه نکشانه اینجاست که شوهر احساس خوشبختی میکنه فکر میکنه که بهترین و فرمان زن نصیب ما شده با کمال تاسف امروز ها بر اساس بحانه با... های خیلی زیادی یک روز کسی از من پرسید در قسمت که خانم ما کارمند دفتر است بعض روزها ما علاقه مند این کار میشم ولی اصلا سر و درکش نیست بارها براش گفتیم که کار نکو ما تمام مایحتاج زندگی تا برات مساعد میسازم ولی قبول نکرد ولی شب که میای نا وقت نمازش خوانده نخوانده میره به بستر خواب اصلا به این همه خواسته های ما تن نمیده ما ماها هست که از این کار محروم هستم چه کار باید بکنم ببین یک موزل خیلی کلان است یک مشکل خیلی بزرگ است تن ندادنی خانم در برابر چنین خواسته شوهر با ایت یک شرایطی که به دفتر و اداره کارم میکنه ده ها فکر و ده ها گمان بدی را در ذهن شوهر جا میته که چرا برایم امرای میکنه کار آیا خدای نخواسته در بیرون با کسی دیگه این همه ارتباط داره آیا گرسنگه های خود در بیرون از خانه برطرف میکنه که به من نیازی نداره ببین این همه بدبختی ها در زندگی رخ میده همه ی ای از, از کجا پیدا شده از یک جای. که خواسته ها را در وقتش اجابت نشوه و همچون شوهر هم در قبال همسر خود تک مسئولیت را داره تنها هدف می نیست که یک جانبه ما بکنم این موضوعات خیلی مهم است هشتمین کار که خانم ها میتونن با ادا کردنش با انجام دادنش شوهر خود را خوشبخت بسازه وی است که برای از او بهترین لباس ها را بپوشه و بهترین آرایش را در خانه برش بکنه این سخن مرا خیلی دقیق باشید با کمال تاسف در افغانستان خانم ها زیاتر زیباییشان در کجا فهمیده میشه در توی و عروسی همسایه یکی از استادای ما همیشه میخندید و میگفت در این موضوعات میگفت هر مردی که اگر میخواه که همسر خود به بهترین صورت و زیبایی و به بهترین قشنگی و قیافه ببینه باید او را در عروسی همسایه‌شان جستجو بکنه که چهره واقعیش چی است این خیلی جای تاسف است استاد ما این سخن را از روی شوخی نمی گفت از روی تحسر و حسرت می گفت واقعا همین رقم است در خانه آنقدر چرکین آنقدر بی سلیقه آنقدر بی که حتی دل شوهر نمی که نزدیکش بره مثل گل او را ببویه یا دست به دست چواباش. برای زمانی که در شرین و در عروسی همسایه ها میره این قشنگ خانم اصلا شناخته نمیشه که فلانی کس است آنقدر قشنگ و فریبا و تناز و دلفریب که علاوه شوهرش دیگه کسا را هم در دام فتنه میاندازه ای این بسیار خیانت بزرگ و جفای عظیم است در حق یک مرد بیچاره ای که تمام سهولت ها را در زندگی او برای تو مساعد بکنه و تو قشنگی تبوری در مرز دیدی دیگه نشون بدی عادت خیلی زشت است آنقدر جناویت بزرگ و جفای نابخشود است که خوش به حال اون شوهر که بازم این گونه همسر ناشیزه و بدفرمان و بدگرده را دوباره میگذاره را میتوه زنان کشور عزیز ما و خواهران عزیز ما که در آینده میخواهند شوهردار شوند این موضوعات را در زندگی هر کدام میشه باید در حافظه و در پوشه ذهنتان جا بدین که در آینده ها فراموشش نکنید بیاین این همه نگاه بکنین برای مردی که خدا نصیبتان میکنه و شوهر زندگیتان میشه چتر زندگیتان به عنوان کوه در زندگی شما حمایتگر شماست و شما در هر لحظه های سخت زندگیتان سر را میگذارین روی شانه اون مرد اون مرد مستحق این همه خوبی ها و زیبایی ها و قشنگی های توست لحاظا خداوند برای تو جمال بخشیده برای شوهر جلال بخشیده باور بکنین که تو جمال خود را به جلال اون بده او جلال خود را به جمال تو بده جلال و جمال در زندگی شوهرداری زمانی که دست به هم دادند خوشبخترین و نابترین لحظات را در زندگی شما به بار میاره فقط همین امیدوار هستم این سخنان ارزشمند در قلب هموطنان عزیز ما جا بگیره چرا چون سخن از دل برایت لا جرم در دل نشیند سخنان بوده که از دل ما برامده سخنان دلپذیر و دل سخن پذیر سخنان ما ان الله که دلپذیر است امیدوار هستم که دل های عزیزانم هم سخن پذیر باشند این موارد را در زندگیشان عملی بکنند موفق وسرحال وشاتكان باشين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته